سلام، اگه خودتون یا اطرافیانتون از برنامه واتساب استفاده میکنید، پیشنهاد میدم حتما این فیلم رو تا آخر ببینید. واتساب در سال 2009 شروع به کار کرد. مدیران واتساب جان کوم و برایان آکتون بودند که هر دوی آنها آمریکایی‌اند و این عکس همدیدار آنها با نتانیاهو در تاریخ 6 مارس 2014 نشون میده. هم کار اینجا تموم نمیشه، چرا که در سال 2014 شرکت فیسبوک واتساب رو خریداری کرد به قیمت 19 میلیارد دلار که معادل میشه با بیش از 500 تریلیارد تومان. مدیر اصلی فیسبوک و از این به بعد مدیر واتساب مارک زوکربرگ آمریکایی هست. اما بشنوید از اینکه رئیس اسبق دو نهاد مهم امنیتی گفته که فیسبوک خطرناکتر از سازمان‌های جاسوسی است. همچنین جولیان آسانج و ادوارد اسنودن اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد فیسبوک سرورها و نسخه کاملی از اطلاعات مبادله شده بین کاربرانش را در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا و رژیم صهیونیست قرار می‌دهد. این سایت که موضوع امنیت واتساپ را به صورت جامع‌تر بیان کرده بود، در این قسمت گفته که این نکته بسیار مهم است که همه اطلاعاتی که در واتساپ مبادله می‌شوند، مثل پیام‌ها، عکس‌ها و فیلم‌ها در دیتا سنترهای واتساپ ذخیره می‌شوند. جالبه بدونید این عکس حضور اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا در جشن تولد مارک زوکربرگ رو نشون میده که همچین اتفاقی در تاریخ آمریکا بی سابقه است. و نتانیاهو مدیر واتساپ رو از وفادارترین اشخاص به آرمانهای اسرائیل معرفی کرده. تحقیقات نشان میدهد قابلیت پیامهای رمزنگار شده واتساپ آنطور که گفته میشود ایمن نیست. همچنین در سال 2019 مشخص شده یک شرکت امنیتی وابسته به ارتش اسرائیل موصوف به NSO در این برنامه جاسوسی می‌کردند. حالا این سرخط خبرها رو ببینید. کشف حفره امنیتی خطرناک در واتساپ. به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران، اتحادیه اروپا واتساپ را 267 میلیون دلار جریمه کرد. واتساپ متهم ردیف اول نقض حریم خصوصی. استفاده از واتساپ برای کارکنان سازمان ملل ممنوع است به دلیل عدم امنیت. خداحافظی مقامات فرانسوی از تلگرام و واتساپ به علت نگرانی‌های امنیتی. واتساپ یک ابزار جاسوسی است. طرح جدید آلمان برای ردیابی تروریست‌ها در واتساپ. واتساپ به اطلاعات کاربران سرک می‌کشد. واتساپ اطلاعات کاربران را به مقامات آمریکا می‌دهد. خب اما شاید یه عده باشن که بگن که اطلاعات و حریم خصوصی ما برامون اهمیت نداره. اما کار فقط به اینجا ختم نمی‌شه. چون شما دارید به اونها کمک مالی هم میکنید. چطور؟ شما با عضویت در واتساپ سبب میشید ذره ذره سهام این شرکت روش کنه. تا اونجایی که الان مارک زوکربرگ مدیر واتساپ تبدیل به یک غول بزرگ اقتصادی شده. و از داراییاش همین بس که در حال حاضر او پنجمین فرد ثروتمند جهان است. همچنین او از حامیان رژیم صهیونیست هم هست. اما چاره چیه؟ من پیام رسانهای زیادی رو دیدم و پیامرسانی رو بهتون پیشنهاد میکنم که از لحاظ امنیت بررسی شده است و علاوه بر امکانات پایه مثل گروه و کانال و غیره، امکاناتی مثل تماس صوتی و تصویری، امکان خرید شارژ، پرداخت قبض و جابجایی بین المللی پول، استیکر و باتهای کاربردی، ایجاد پخش زنده نظرسنجی و کنفرانس، وجود فضایی برای کسب کار و همچنین تعرفه اینترنت 1/3 رو هم داره. یعنی پیام‌رسان ایرانی گپ. این پیام‌رسان به هیچ نهادی وابسته نیست و حتی در مایکروسافت استور هم عرضه شده و حتی کاربرانی از کشورهای عراق، تاجیکستان، انگلیس، آلمان، فرانسه و غیره هم دار. گفتگوها و گروه‌های واتساپتون رو به گپ منتقل کنید و حساب کاربری واتساپتون رو هم اینطوری حذف کنید. این فیلم رو برای اطرافیانتون بفرستید و بقیه رو هم مطلع کنید. من حقیقت ماجرا رو گفتم، بقیه‌اش با شماست. جا علی